محسن حسنپور هستم از آکادمی دادجن. با قسمت بعدی دوره آموزش طراحی صفحه ثبت نام، ورود و فرموشی رمز در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل نهایتا کار در واقع همین صفحه که دارید الان مشاهده میکنید رو تموم کردیم و صفحه لاگین یا همون ورود رو تکمیل کردیم. خب حالا به سراغ فرم بعدی میریم، یا بهتر بگم به سراغ صفحه بعدی میریم، صفحه در واقع ثبت نام، که بریم و اون صفحه رو هم به شکل کامل شخصی سازیش رو انجام بدیم. خب روند کار دقیقا مشابه همون روندی است که برای صفحه لاگین ما استفاده کرده. ابتدا باید بیایم یک شورت کدی رو تعریف کنیم، سپس اون شورت کدی که تعریف کردیم رو بیایم و براش یک تابعی رو در واقع براش بنویسیم، توی اون تابع بیایم فراخونی بکنیم فرممون رو و در نهایت بیایم عمل کرده در واقع این فرم رو به صورت کامل پیاده سازی بکنیم. خب اگر یادتون باشه ما توی جلسات قبل یک کلاس برای افزونمون نوشتیم، کلاس Touch and Login Plugin، که توی کانستراکتور در واقع این کلاس ما اومدیم و حالا شورت کد صفحه لاگین رو تعریف کردیم، اد اکشن ها و اد فیلتر هامون رو نوشتیم و به صورت کامل فرم صفحه ورود رو شخصی سازی کردیم. خب کاری که ما باید انجام بدیم دقیقا مشابه کاری است که برای صفحه لاگین انجام دادیم. من میام از همین یک کپی میگیرم و اینجا پیستش میکنم. میخوام که در واقع یک شورت کد جدید ثبت بکنم. خب کاستم لاگین فرم رو به جاش می‌نویسم کاستم رجیستر فرم. حالا اگر سیستم ما هم یک مقدار اذیتمون نکنه، خب کاستم رجیستر فرم و تابعی که میخوام در واقع هنگام فراخونی این شورت کد اجرا بشه تابع رندر رجیستر فرم باشه. خب حالا من باید بیام در واقع این تابع رندر رجیستر فرم رو تعریف کنم توی همین کلاس. خب میتونم به صورت فانکشن در واقع پابلیک بیام و کارم رو انجام بدم. به انتهای کد ها میام، این کد ها رو جلسات قبل نوشتیم. خب اینجا میام و میگم که پابلیک فانکشن render register form. خب من فعلا نمیخوام کار خاصی انجام بدم، میخوام فقط یک سلام و احوالپرسی بکنم ببینم کارم رو درست انجام دادم یا خیر. این رو سیو میکنم، در واقع برمیگردم به کدی که اون بالا نوشتم، در واقع این میشه شورت کدم. خب کاری که الان من باید بکنم اینه که ابتدا وارد صفحه پیشخوان بشم، از صفحه برگه ها بیام یک برگه جدید ایجاد بکنم به عنوان برگه صفحه ورودمون، که این صفحه رو بیایم و شخصی سازی رو انجام بدیم. خب حالا من باید بیام در بخش برگه ها افزودن برگه جدید، یک برگه به صورت دلخواه برای صفحه ورودم مشخص بکنم. اسم این صفحه رو میذارم ثبت نام و شورت کد هم رو تعریف میکنم. واسه اینکه کارم راحت تر باشه اسلاگش رو به صورت انگلیسی من اینجا وارد میکنم که کار باش راحت تر باشه. رجیستر و به روزرسانی رو میزن. خب الان اگر من کارم رو درست انجام داده باشم باید یک متن معمولی به مضمون سلام دنیا به من نشون داده بشه. اگر هم که خب اروری داشته باشه باید برم و ارورها رو برطرف بکنم. خب اصلا این صفحه رو پیدا نکرد آنچون رو حالت ثبت نام بود. رجیستر و
بله سلام دنیا یک متن ساده رو برای من نشون داد. خب این یعنی که من تونستم درست در واقع شورت کدم رو تعریف کنم. حالا در واقع میتونم کارم رو شروع بکنم. اصلا ما چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟ اجازه بدید من بیام اینجا و افزونه ای که با هم نوشتیم رو غیر فعال بکنم. افزونه ای که با هم نوشتیم ثبت‌نام و ورود تاچن رو من غیر فعال میکنم. خب برمیگردم در واقع به سایت و سایتی که در واقع رو لوکال اجرا میکنم و wp-login.php رو باز میکنم. خب میدونید حتما بارها هم تو جلسات قبل شنیدید که ما از این صفحه به عنوان صفحه دیفالت ورود وردپرس استفاده میکنیم. صفحه wp-login.php صفحه دیفالت وردپرس هستش. خب ببینید این که صفحه در واقع فرم ورود هستش. اینجا اگر مشکلی داشتید و یه جوری رمز عبورتون رو گم کردید یه لینکی قرار داده. اگر روی این لینک کلیک بکنید اینجا تغییر میکنه و یک فرمی میاد برای فراموشی رمز. اما همونطور که میبینید من برای ثبت نام اینجا فرمی ندارم. خب باید بیاید در بخش تنظیمات در بخش عمومی، حالا اگر از انگلیسی استفاده میکنید سیتینگ و جنرال، یک بخشی داره اینجا نوشته عضویت، هر کسی میتواند نام نویسی کند. این رو باید تیکش رو فعال بکنید. بعد اینکه فعال کردید ذخیره کنید تنظیمات رو. من مجددا این صفحه رو رفرش میکنم. خب این صفحه رفرش شد. ببینید یک گزینه دیگه اینجا اومد به تحت عنوان نام نویسی. من اگر روی نام نویسی کلیک بکنم یک فرم دیگه ای داره به من نشون میده که نام کاربری و ایمیل هستش، حتی از شما پسورد هم نمیخواد. خب ما چرا اصلا میخوایم که این صفحه رو در واقع شخصی سازی بکنیم؟ خب اولا که ظاهر چندان زیبایی نداره این صفحه، دوم شاید ما بخوایم اطلاعات دیگه ای از یوزرامون بگیریم، مثلا شماره تماسشون بگیریم یا ازشون بخوایم که خودشون رمزشون رو وارد بکنن. خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. میتونید گریزی بزنید به در واقع جلسه که به عنوان مقدمه ما در موردش صحبت کردیم. اما به صورت دیفالت صفحه‌ای که برای رجیستر هستش همون wp-login.php با در واقع مقدار اکشن رجیستر هستش. خب این یک در واقع نشونه خواهد بود که در ادامه از این صفحه هم استفاده خواهیم کرد در اینکه عملیات ثبت نام رو انجام بدیم. خب ما اومدیم و در واقع شورت کدی که در میخواستیم رو با هم نوشتیم. من بیام افزونه رو مجددا فعال بکنم. خب بریم سراغ تابع Render Register Form و این تابع رو بیاییم با هم در واقع بنویسیم. مجددا برمیگردم به ادیتور خودم. خب با این سلام دنیا دیگه کاری ندارم. اولین کاری که بکنم اگر یادتون باشه ما اومدیم بذارید برگردم به تابع Render Login Form که با هم نوشته بودیم. تو تابع Render Login Form اومدیم گفتیم که ابتدا اگر یوزری در واقع لاگین کرده بود بیا این پیغام رو بهش نشون بده، بگو که شما قبلا لاگین کردیم و اکسیت کن از برنامه. خب ما همین رو میتونم برای فرم ثبت نام هم انجام بدم، چون کسی که ثبت نام در واقع کسی که وارد حساب کاربری شده دیگه نباید فرم ثبت نام بهش نمایش داده بشه. خب برمیگردم ببینم قبلا چی کار کردم. بعدش اومدم در واقع ارورها رو گرفتم که حالا در ادامه ارورهایی که از این صفحه هم میگیریم رو با هم کار خواهیم کرد. میتونیم کار دیگه هم انجام بدیم، بگیم که اگر یادتون اومدیم تو بخش تنظیمات بخش عمومی گفتیم که اگر کاربر اینجا این تیک رو فعال نکنه فرم رو بهش نشون نده، میتونیم الان همین کار رو هم انجام بدیم و برای این موضوع هم در واقع کدش رو بنویسیم. برگردیم به کد هامون. خب کافیه که من بیام و بگم که if یک شرطی میذارم
گفتیم که اگر get option، خب از تابع get option دارم استفاده میکنم، تابعی هستش که واسه خود وردپرس. option تابع وردپرس خب یک کی قبول میکنه، خب در واقع اون کلیدی که اطلاعات رو توش ذخیره میکنه برای این مورد هستش اگر اشتباه نکنم users can register. خب با هم تست میکنیم users can register. خب میگیم که اگر در واقع users can register در واقع فالز بود، بیا و بهش بگو که ریترن کن یا اکو بکن، فرقی نداره، از توابع اینترنشنال استفاده میکنیم. بگیم که امکان نام نویسی وجود ندارد. خب تکست دامین هم که قبلا تاچن قرار دادیم، ببینیم درست نوشیم اصلا همین هست یا نه. برگردم اینجا، این رو من غیر فعال میکنم. صفحه ریجیستر باید برم. خب چون من قبلا وارد حساب کاربریم شدم، میگه شما قبلا وارد حساب کاربریتون شدید. خب من بیرون میرم از این صفحه، مجددا صفحه ریجیستر رو باز میکنم. خب امکان نام نویسی وجود ندارد، درست پس کدش رو نوشتیم. حالا من اگر بیام و این تیکش رو فعال بکنم دیگه نباید این متن رو به من نشون بده. صفحه رو رفرش میکنم، این هنوز سیو نشده، صبر میکنم این صفحه سیو بشه. خب مجددا من، البته من هنوز چون از حساب کاربر اومدم بیرون، خب عادتا سیو انجام نمیشه. من یه باری بر لاگین بکنم. تنظیمات عمومی، تیکه اینو میزنم، ذخیره میکنم. لاگ اوت میکنم. خب حالا مجددا میام این صفحه رو رفرش میکنم. خب ببینید متن رفت، پس معلومه که ما کارمون رو اینجا کاملا درست انجام دادیم. ضمن اینکه باید بگیم که از برنامه هم خارج شد و ادامه کد ها رو دیگه اجرا نکن. خب این مورد رو هم پس ما اوکی کردیم. حالا وقت اینه که دقیقا مطابق تابع رندر لاگین فرم بیایم و بگیم که برو فرممون رو در واقع در یک فایلی توی تمپلیت بسازیم تحت عنوان registerform.php و مطابق این تابعی که قبلا نوشتیم بهش بگیم که آقا تو بیا و در واقع فرم مورد انتظار ما رو نمایش بده. خب من باید اینجا این رو بکنم registerform. بله این رو هم میکنم، کامنتش رو درست میکنم register for. خب حالا میام توی در واقع فایل فولدر تمپلیت یک فایل جدید اضافه میکنم تحت عنوان register for .php. خب حالا این مواردی که میخوام اینجا بذاریم رو و بعدا در مورد صحبت میکنیم، بلکه یک خروجی بگیرم و تست رو انجام بدم، مجددا میارم اینجا سلام دنیا رو مینویسم، میایم و اینجا رو رفرش میکنیم ببینیم کارمون درست انجام شده یا خیر. خب سلام دنیا هم اومد.
خب تا اینجا برای این جلسه کافیه، ادامه کار رو میندازیم واسه جلسه آینده. فعلا شما رو خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.